خب در جامعه ای که حسن زیرک زندگی کرده هیچ کس این رو ندیده و همیشه تاریکیش رو دیدن، هیچ که از اون صدای رسا و اون صدای خدا داده اطلاعی نداشته، فقط بعضی از موزیسین ها، و اون موزیسین ها هم به دلیل اینکه گوششون فرق داشته. خیلی از شاهکارهایی که حسن زیرک خلق کرده به هر حال موسیقی شهر رادیو سلیمانیه بوده، رادیو بغداد بوده، و یکی از مؤثرترین هاش هم رادیو استان کرمانشاه بوده که شاهکارهایی رو با این زنده یاد ثبت کردن. حالا بعضیاش هم میگن که زنده یاد مشتبه میرزاده در این موسیقی ها نقش مهمی بازی کرده، استاد بزرگ ویالون، و میشنویم حالا ایشونه ایشون نیست، هر که هست دست و پنجش به دنیا که اون پنجه اون هنرمند ماندگاره. ولی حالا جالب شما بدونید در هر اشعاری که در ملودی های بی نهایت چفت و بسدار پیاده شده، این خیلی مهمه، شما یک شعری رو یا یک ملودی که دارید بدونید چه شعری رو درش قرار میدید، این بسیار مهمه. حالا نکته مهم اینه که صدای حسن زیرک روی انسان فرهنگسازی میکنه. به طور مثال تو رو در مسائل تعصبی زبانی و غرور، و جالب اینجاست طرز کلام و احساسی تو رو ریشه دار میکنه. خب طبیعیه در یک فرهنگ وقتی که موسیقیش غنیه میشه اون میلگرد و آلموتوری که داخل ستون میذارن، چون که موسیقی نقش بسیار بسیار مهمی در زندگی و فرهنگ و جامعه و همه چی داره. حالا کاش یه طوری می بود که با حاشیه قاطی نمی شد، همون مسیر خودش رو طی می کرد، مثل یک قناری که می بینید فقط در طبیعت دخالت در هیچ نمی کنه، چه چه می زنه، اون صدای زیباش بین درختان، بین اون صدای باد، تو هیچ هم دخالت نمی کنه، فقط کارش اینه. کاش که موسیقی هم همین بود. من احساس می کنم زنده یاد حسن زیرک هم صداش شخصیت‌های زیادی رو یه شکل ساخت، شخصیت‌های تعصبی، شخصیت‌های بسیار هنرپرور، هنرشناس، و شخصیت‌هایی که دارای احساسن، قلب‌های خوب، قلب‌های درست، و شخصیت‌های عاشقی که عاشقی قشنگ، نه عاشقی چیپ، نه عاشقی خیلی اداش بد باشه. یعنی با صدای حسن زیرک توی دنیای کردی میتونی یک عاشق بسیار بسیار ریشه دار باشی، آهنگش رو میتونی برای هر چیزی استفاده بکنی و لذت ببری. حالا اگر بعضیا گوش نمیدن یا خوششون نمیاد، یا شاید بگن فرهاد دیگه داره خیلی یک کلاغ چل کلاغ میکنه نسبت به این هنرمند، نه، خیلی از گوشا به خیلی از صداها و نواها نامحرم و کرن، این واقعیتیه که وجود داره. خب در موسیقی هم که میبینید ما چند نوع موسیقی داریم، از موسیقی شلنگ تخته داریم تا بیاد موسیقی اصیل و به هر حال نوع مختلفش، اینا در برنامه های دیگه توضیح خواهم داد. این صدای حسن زیرک یک صدای بسیار بسیار معجزه است، بسیار معجزه‌گره در بیان، در خواندن، و تأثیرش بر فرهنگ هر طرفداری تأثیر بسیار مثبتی داره. طرفو در یک شخصیت بسیار خوب، شیک، با غرور، با اصالت و با کلاس، و بدون استثنا با آهنگاش هم یک خاطره شیرین داره. من فکر نمی‌کنم یک کرد رو پیدا کنی از صدای حسن زیرک خاطره بدی داشته باشه. حالا شاید اتفاقی که بگه آره من مثلا صدای حسن زیرک گذاشتم در این حین فلان شد، نه، اینا فرق میکنه. به هر حال امیدوارم که
نسبت به صدای حسن زیرک توضیحات بنده کامل بوده باشه و در خدمت شما عزیزان باشیم. آرزوی سلامتی و تندرستی براتون دارم. همیشه شاد و تندرست باشید. دوباره در مورد کارهای حسن زیرک برنامه‌های دیگه ساخته میشه و بیشتر برای شما کار ایشون رو باز میکنم و توضیح خواهم داد.